آدینه ششم آذر ماه 1394 خورشیدی برابر است با 27 ماه نوامبر 2015 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید و به برنامه های این تلویزیون، تلویزیون ایران فردا توجه می‌فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار خوبم در قسمت فنی آقای سپهر رو بپذیرید. مهمان ارجمند برنامه امروز گلگشت آقای مهندس حسن شریعت مداری هستند که بعد از مقدمه کوتاه خواهیم رفت به آلمان و صحبتم رو با ایشون شروع خواهم کرد. امروز در پاریس مراسم بسیار بسیار پر جمعیتی میتونم بگم برگزار شد با حضور بلندپایگان فرانسه و صحبتی که آقای اولاند کردن این بود که برای نابودی داعش از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد. ضمن اینکه اشاره کردن که معتقد نیستند که برای مبارزه با داعش فرانسه باید نیروی زمینی در اونجا پیاده بکنه، همون صحبتی که آقای اوباما میکنه و بسیاری از تحلیلگران معتقدن که بدون حضور پیاده نظام و مقابله رو در رو با این جانیان، با این افرادی که به عصر حجر در واقع تعلق دارند، بدون مقابله رو در رو امکان پذیر نیست از بین بردنشون و با بمباران هوایی نه تنها نتیجه‌ای به دست نیامده بلکه اینها رو روز به روز بیشتر تقویت کردن. گفته میشه که حادثه پاریس تلنگری است که خورده به در واقع اون بی‌اعتنایی که کشورهای اروپایی داشتن نسبت به پیشرفت‌های داعش، گروهی که در هفته پیش و هفته‌های قبل راجبشون صحبت کردیم، گفتیم اینها واقعا با این بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی که کشورهای غربی به خصوص نشون دادن در هنگام شکل گیری اینها، هنگامی که خیلی کوچکتر بودن، محدودتر بودن، نیرویی نداشتن، غارت نکرده بودن، پول نداشتن، اسلحه نداشتن، میشد اونها رو به راحتی سر جاشون نشوند و از بین برد. ولی امروز با میلیاردها دلار ثروتی که در اختیار دارن، با تعداد زیادی جوانهایی رو که از طرق مختلف با استفاده از رسانه‌های اجتماعی جلب کردن و میکنند برای همکاری با خودشون و پول کلانی رو که تونستن به دست بیارن از در واقع تسخیر جاهایی رو که گرفتن و به تصرف در آوردن، اسکناس چاپ کردن، سکه چاپ کردن، مقررات خاص خودشون رو با اون روش‌های متحجر دارن پیاده میکنن و خلاصه به زعم بعضی از تحلیلگران واقعا یک دولت هستن و شوخی هم نداره. و الان مبارزه با اینها به این سادگی که گفته میشه نیست. ولی به هر حال حادثه فرانسه و شرایطی که الان در بلژیک روزهاست، مستولی هست، اینها تمام نکاتی است که واقعا اون منطقه و اون کشورها به فکر افتادن که فکر اساسی بکنن در این مورد. در مورد عرض کنم حضورتون که خبرهای روز چیزی که جلب توجه من رو کرد خبری بود راجع به سفر پاپ به امریکا و به خصوص سفرش به فیلادلفیا که در دیدارش از فیلادلفیا نوزاد کوچکی رو آوردن که این نوزاد مریض بود، مثل اینکه تومور مغزی داره و پاپ از همون بالای اتومبیلش دستی کشید به سر این طفل و بوسه زد بر سر او و امروز پدر و مادرش ادعا کردن که از اون تاریخ به بعد این تومور داره کوچک و کوچکتر میشه. این مسئله خرافه، مسئله اعتقاد به این گونه معجزات چیزی است که گریبانگیر بسیاری از مردم اون منطقه ما به خصوص بوده
ماهایی که توقع معجزه داریم از امامزاده ها، من اتفاقا آقای پارسا همکارمون در تلویزیون پارس خاطرات زیادی رو با هم دیگه یادآوری میکردیم، امامزاده های ساختن در دل کوه، جایی که با راه درستی نداره و پیاده روی خیلی طولانی رو لازم داره تا برسید به اون منطقه، به اون امامزاده ساختگی، و اونجا دو تا گوی سنگی رو روی هم گذاشتن که این رو یک گو رو میذاری روی گوی دیگر و انگشتت رو میذاری روش. شاید لازم بشه من این رو به نمایش در بیارم روزی از این برنامه، و شما با هر شرایطی این کار رو بکنید، این گوی بالایی یه چرخی میزنه و بعد میفته پایین. این چرخی رو که میزنه به عنوان پذیرفته شدن دعای شما به حساب میارن، و این هم یکی از اون شعبده هایی است که فکر میکنم هنوز هم ادامه داره و شدت پیدا کرده در کشور ما، و به خصوص این صحبت هایی که از این علما و کسانی که لفظ دکتر رو هم بستن جلوی اسمشون و یک دکترای قلابی رو به در واقع با خودشون حمل میکنن، آقای دکتر روازاده صحبت هایی که میکنه از همین برنامه، مثل اینکه من بعضی از صحبتاشو پخش کردم وسطتون. به هر حال اجازه بدید با فرصت کمی که هست همواره برای برنامه برویم به آلمان و صحبتمون رو با آقای مهندس شریعت مداری آغاز بکنیم. باید خدمتتون عرض بکنم که یکی از خبرهای مهم روز در مورد اختلافاتی است که یا تنشی است که بالا گرفته بین ترکیه و روسیه در مورد ساقط شدن یک هواپیمای روسی توسط جنگندگان جنگنده ها یا دفاع موشکی ترکیه. خب در رابطه با این مسائل و مسائل دیگه با آقای مهندس شریعت مداری به گفتگو خواهم نشست. با ما باشید. بینندگان عزیز، همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم و مژده دادم، امروز بار دیگر آقای مهندس حسن شریعت مداری با ما هستن، یک شخصیتی که صحبتاشون همیشه مورد توجه شما بینندگان بوده و صحبتهای منطقی بدون غرض و صحبتهایی که همیشه بر اساس مطالعات و بر اساس اطلاعات زیادی است که آقای مهندس حسن شریعت مداری جمع‌آوری می‌کنند برای پاسخ دادن به سوالاتی که برای من و امثال من و شما بینندگان عزیز پیش میاد. از راه دور سلام میکنم خدمتشون، سپاسگزارم از اینکه همواره دعوت من رو میپذیرن برای شرکت در برنامه گلگشت. آقای مهندس سلام عرض میکنم. من هم سلام دارم خدمت شما و سلام به همه بینندگان شما. خیلی ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. من شروع صحبتم رو میخوام بگذارم روی جریان اسف‌انگیز پاریس و مراسم، امروز جمعه هست و مراسمی که همین امروز در پاریس، یعنی دیشب و امروز به وقت ما در پاریس برگزار شد و آقای اولاند در واقع شمشیر رو از رو بست و گفتش که حتما سعیش در اینه که با کمک همفکران و کمک همراهانی که باید بیان از سراسر دنیا و با این پدیده وحشی حیرت انگیز مبارزه بکنند، اینها رو از میان خواهند برد. ضمناً تایید کرد که یا تاکید کرد که به هیچ وجه نیروی نظامی پیاده یا پیاده نظام از طریق ارتش فرانسه به سوریه برای مبارزه به سوریه و عراق برای مبارزه با این گروه اعزام نخواهند کرد، و اعتقادش همونطور که آقای اوباما هم معتقده این هست که باید خود اون افرادی که در اونجا هستند و آسیب دیدند و آسیب میبینن از این گروه، اونها باید آستینا رو بالا بزنن، وارد میدون بشن و وعده برای این که کمک بشه به اون افرادی که اونجا هستن به صورت خودجوش و اون پتانسیلی که اونجا وجود داره برای مبارزه اینها. میخواستم نظرتون رو راجع به این
واقعا وحشتی که الان در بروکسل مشاهدش هستیم، تعطیل کشور در واقع در بروکسل، در عرض کنم که فرانسه به صورت دیگری، این رو به چه صورت میبینید و بازتابش در آلمان به چه صورت بوده؟ بله ببینید، این واقعی که در واقعی بسیار اسف انگیزی که در پاریس رخ داد و ترورهای کور 130 نفر تقریبا، بله 130 نفر تقریبا، بله 130 نفر، 130 نفر بیگناه، خب به قدری اثرگذار بود که توانست مقداری سیاست مدارانی رو که در حقیقت سالها بود نظارگر کشت و کشتار مردم در خاورمیانه بودن، نظارگر سری مهاجرین بودن که دیر یا زود برای همه بینندگان و ناظرین اوضاع واضح بود که اوضاع آبستن حوادث بسیار وخیمتری است، وجدان اینها رو هم مقدار زیادی متاثر کرد. اما مشکلات فقط با احساسات زودگذری که طبعا در آقای اولان و سیاستمداران فرانسه یا اروپایی بیدار شده حل نمیشه. مشکل اساسی در اینجاست که تا چشمه این های اسلامگرای وحشی مسلح نخشکت، ترور زمینه ای خواهد داشت که نارضایتی ها رو به صورت افرادی که بمب ببندن آدم ها رو بکشن منسجم و سازماندهی خواهد کرد. بنابراین مسئله اصلی بر سر این است که در خاورمیانه ای که اکنون گرهگاه منافع همه قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه‌ای شده و هر کدام به طمع به دست آوردن جایگاهی رفیع‌تر در این درجه بندی قدرت بین المللی و منافعی که در اون نقطه های استراتژیک وجود داره به یارگیری در از بین گروه های مسلح می‌پردازن، هر کسی یاران خودش رو افراد میانه رو میدونه و دیگران رو تروریست میدونه و به اونها کمک میکنه و به دیگران نمیکنه، خب این از بین بره و همه در این صدد باشند که داعش رو که خطرناکترین این گروه هاست به سر جای خود بنشانند و از بین ببرند. چنین وضعی موقعی میسر میشه که اصولا بین دو طرف دعوا که هر کدوم متحدینی دارند و امروز این دو طرف دعوا شاید بزرگترینش روسیه و آمریکا باشه، در کنفرانس وین توافقی برای اینکه چه گروهی تروریست است و چه گروهی نیست، چه کی را باید نابود کرد، به کی باید کمک رسان بشه. وگرنه صحبتهایی که آقای اولان میکنن همه میدونن که، و آقای اوباما هم البته میکنن، همه میدونن که نیروهای میلیشیایی از پس هم دیگه بر نمیاد. ممکنه که سالها طول بکشه که این نیروها بخششون بخش دیگر رو به عقب نشینی در پاره ای از این شهرها واداره و اون یکی دوباره بیاد بگیره و همین چهار سالی رو که میبینیم تکرار بشه. از بین رفتن چنین جریانی که باید از طریق نظامی و از طریق یک نیروی زمینی منظم انجام بشه مستلزم این است که اصلا هدف تعیین بشه که کدوم ها باید از بین برن، چه چیزی باید بمونه، سرنوشت آینده سوریه و به تبع اون عراق باید چی باشه، بعد بین این طرفین مختلف این دعوا از ایران و ترکیه و سعودی و کشورهای منطقه گرفته تا آمریکا و روسیه و اروپا تفاهم رضایت بخشی به وجود. بنابراین من فکر میکنم با وجود اینکه بسیار قضیه پاریس کمک کرد که حداقل یکی از طرفین دعوا سیاست خارجی خود را عوض کنه که اون فرانسه بود و حاضر است امروز با
روسیه در کنار آمریکا به عنوان یک پل همکاری بکنه و اینها رو به هم نزدیک بکنه، هنوز برای رسیدن به اون نقطه ای که یک عزم واحدی برای از بین بردن داعش به وجود بیاد دوریم، مخصوصا که رقابت ترکیه و روسیه هم از روز اوضاع رو وخیم‌تر میکنه و جاه طلبی های آقای اردوغان و ماجراجویی های آقای پوتین میتواند اوضاع رو به نقطه بی‌بازگشت برسونه. خیلی متشکرم آقای مهندس. بزرگترین اثر مخرب این قضیه و اون مناظر رو که در بلژیک شاهدش هستیم و در فرانسه، متوجه پناهندگان نگونبخت و بخت برگشته است که به خصوص از سوریه خودشون رو با آب و آتش زدند که بیان به یک کشور اروپایی و زندگی جدیدی رو آغاز بکنند و به دنبال این حادثه کشورهای اروپایی تعدادشون سیاست خودشون رو در مورد پذیرش پناهندگان دارن تغییر میدن، سختگیری های جدیدی دارن میکنن. فرانسه متوقف کرده فعلا پذیرش اونها رو و ایرادها و انتقادات زیادی که متوجه صدر اعظم آلمان هست در این زمینه، نظرتون چی هست؟ شما در آلمان جو رو به چه صورت میبینید؟ در آلمان اختلاف بسیار بزرگی بین صدر اعظم آلمان و اعضای حزب خودش وجود داره و متحد بزرگ حزب خودش که در حقیقت دموکرات مسیحی های سوسیال دموکرات مسیحی های بایری هستند، یعنی CSU، و اونها به هیچ وجه موافق صحبت های خانم مرکل که در حقیقت به نوعی حرفهای حزب سوسیال دموکرات رو میزنه و به مواضع اونها نزدیک کرده، یعنی پذیرش تعداد زیادی مهاجر رو میخواد در دستور قرار بده و نسبت به اونها مناشات بکنه قبول ندارن. در حقیقت بحران مهاجرین در آلمان میرود که به یک بحران درون حزبی و به یک بحران در ائتلاف حکومتی تبدیل بشه. بنابراین در آلمان برخلاف ظاهر آرامی که وجود داره، اگر جریان مهاجرین به همین شدت ادامه پیدا بکنه و راهی برای مهار کردن اون پیدا نشه، این بحران به هر صورت به بدنه حکومتی آلمان سرایت خواهد کرد و معلوم نیست که خانم مرکل برنده این قضیه باشه. خیلی ممنونم. آقای مهندس، خشونت هایی بر علیه این پناهندگان، کسانی که از قبل آمدن و ساکن شدن در کشورهای اروپایی، در آلمان، در فرانسه، در سایر کشورهای اروپا گزارش میشه، تا چه حد فکر میکنید که این حادثه‌ای که پیش آمده دامن بزنه به این خشونت هایی که افراد معمولی، ما زمانی در آلمان شاهد فعالیت گسترده اون گروه بادر ماینهوف بودیم و این گونه مسائل، آیا ممکنه یک سازمان های مانند همون بادر ماینهوف تشکل پیدا بکنن و بخوان این خشونت ها رو بر علیه خارجیان زیاد بکنن؟ بله، ببینید در آلمان یک گروه نجات پرست که در درون پلیس و دستگاه امنیتی هم نفوذ داشت، تعدادی ترک رو در عرض 4-5 سال کشته بود و افرادی از اونها دستگیر شدند، ولی به قدری نفوذ در دستگاه دولتی دارند که هنوز این پرونده بسته نشده. این جریانات حاشیه‌ای و با نفوذی هستند که وجود دارند، ولی واقعیت اینه که در اروپا جامعه مدنی بسیار قوی است. این جامعه مدنی یک سمپاتی و یک گرایش بسیار جالبی نسبت به پناهجویان نشان داده از خودش، هرچند نگرانی های خودش رو هم داره، ولی موافق این هست که باید با اینها در شأن انسانی رفتار بشه، باید اینها رو جزء جامعه اروپایی پذیرفت و البته پیشنهاد بسیارشون این هست که باید جنگ در
خاورمیانه متوقف بشه و باید در خاورمیانه افغانستان شمال آفریقا برای اینا سرمایه گذاری و شغل ایجاد کرد تا آواره جهان نشن و امنیتشون رو کرد. ولی به عنوان یک کار عاجل همه قبول دارن که باید بهشون کمک کرد. گروه های حاشیه‌ای وجود دارن، ولی حدس من این هست که اگر سیل مهاجرین و ناامنی در خاورمیانه مدت زیادی ادامه پیدا کنه و نسبت مهاجرین زیاد بشه، خب در جامعه قطبی شدن تشدید خواهد شد و خطرات که شما میگید بیشتر خواهد شد. فعلا هنوز این خطرات محسوس در حدی که میخوان بزرگ کنن وجود نداره. آقای مهندس شریعت مداری، برداشتتون از 2 ساعت مذاکره رو در روی آقای پوتین، مسافرتشون به ایران و رفتن بلافاصله از فرودگاه به دیدار آقای خامنه ای، حتی هیچ ملاقاتی با سایرین مثل رفسنجانی نداشتن، در حالی که ما میدونیم که سران بسیاری از کشورها یا بلندپایگان کشورهای اروپایی وقتی میرن به ایران اکثرا با رفسنجانی هم صحبت میکنند یا ملاقات میکنند. داستان چیه؟ برداشت شما از این مذاکره 2 ساعته چیست؟ و آیا اظهار نظرهایی که راجع به اختلاف اساسی بین سیاستهای روسیه و ایران جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه هست واقعیت داره یا یک تصور واهی است؟ بله، این که آقای پوتین میاد و مستقیم به دیدار آقای خامنه ای میره یک جنبه سمبولیک و نمایشی قوی داره که ایشون آقای خامنه ای رو به عنوان کسی که سیاست های خارجی ایران واقعا در دست اوست و هرچه بخواهد میکند به رسمیت میشناسه. معنیش اینه که من در مصاحبه قبلی هم به شما گفتم، متاسفانه در ایران در نظام حاکم به 2 بلوک الان تقسیم شده. یک بلوک طرفدار روسیه یا پرو سوویت یا روسوفیل هست که از بعد از انقلاب به تدریج با کارهایی که در ابتدا حزب توده کرد، با گرایشی که چپهای اسلامی به روسیه داشتن و با اشتباهات که آمریکا کرد، به تدریج سیاست نه شرقی و نه غربی رو که در ابتدای انقلاب شروع شده بود توانستند از بعد از مرگ آقای خمینی و آمدن آقای خامنه‌ای و با همکاری ایشون به یک سیاست یک سویه گرایش به شرق تبدیل. این کار ادامه داشت تا اینکه خب در تحریم ها چهره مهمی از واقعیت عیان شد و معلوم شد که روسیه نه تنها از لحاظ تکنولوژی و ثروت در وضعی نیست که ایرانی را که متحد او بخواد باشه و با غرب طرف بشه کمک کنه، بلکه احتیاجش و همکاریش با آمریکا فقط به قدری است که در شورای امنیت سازمان ملل همه قطعنامه هایی رو که به ضرر جمهوری اسلامی است تصویب میکنه. در مذاکرات هم کم و بیش در همون محوری است که آقای جان کری تعیین. بنابراین عده‌ای در این نظام که از قبل هم نیمه دلی در گروه غرب داشتن در اثر مذاکرات 1-2 ساله رسمیت پیدا کردن، با آمریکایی‌ها بیشتر نزدیک شدن و یک گروه پرو امریکن یا طرفدار آمریکا رسمیت پیدا کرد، به طوری که امروز هرچه گروه اول به سرپرستی آقای خامنه‌ای از نفوذی و غیر نفوذی میگه، بلافاصله گروه مقابل جوابشو میده. امروز آقای محمد رضا خاتمی گفته مصداق نفوذی همون آقای احمدی نژادی است که این مملکت رو به این روز انداخت و البته در یک چنین جمله‌ای مستتر هست، این همان احمدی نژادی است که شمایی که داد از نفوذی ها میزنید گفتید که او به من از هاشمی نزدیکتر و ازش. بنابراین این بدهبستان حرفی و این تنازع آشکار در مواضع بین این دو گروه پیدا شده. گروهی طرفدار نزدیکی با غرب، گروهی
هنوز نظاره میکنن تا ببینن چی میشه و گروهی شدیداً دنبال اتحاد با شرقن. آقای پوتین خواست با این سفرش و رفتن مستقیم به بیت آقای خامنه ای برخلاف همه پروتکل های سیاسی نشان بدهد که او یک نفر را در این مملکت رسمیت میشناسه و اون هم آقای خامنه ایست. این کار سمبولیک بیشتر از محتوای مذاکراتی که دو ساعت طول کشید و بنا بود بیش از نیم ساعت نباشه مهم بود. البته در این مذاکرات بیشتر اونطور که گفتن راجع به سوریه صحبت بوده و اینکه چیزی آشکار نشده، ولی حدس من این است که راجع به سرنوشت بشار اسد و اینکه آیا برای ایران طوری اساسی است که اگر روسیه در مدل دیگری توافق کنه ایران با روسیه اختلاف پیدا خواهد کرد. به نظر من چنین نیست. به نظر من آقای خامنه ای براش درسته که حمایت از بشار اسد یک مسئله حیثیتی شده، ولی در نهایت ایران کاری رو که در سوریه میخواست انجام بده مدت هاست شروع کرده و انجام داده و اون این هست که بین علوی های اونجا با همکاری حزب الله لبنان یک شاخه قوی حزب الله رو تشکیل بده که به هر سمتی که جریان سوریه رفت و خواست قرار پیدا بکنه با وجود بشار اسد یا بی وجود اون، اون نیرو در اونجا باشه. مدل حزب الله لبنان مدلیش که هم میتواند در سیاست دخالت کنه، در پارلمان نماینده بده و نفوذ سیاسی داشته باشه، هم در جنگ میلیشیایی و جنگ نامنظم ایفای نقش بکنه. به نظر من همکاری مداوم سپاه در از این 4 سال بحران در سوریه و شرکت حزب الله لبنان در این منازعات فرصت کافی به اینها داده که هسته چنین حزب اللهی رو، حزب الله سوریه رو که با حزب الله عراق و حزب الله لبنان در آینده همکاری خواهد کرد ریخته. بنابراین به هیچ وجه سرنوشت بشار اسد موجب اون اختلافاتی که بعضا تبلیغ میشه نخواهد شد و آقای خامنه ای به دنبال این هست که این اتحاد نیمه رسمی رو به یک اتحاد رسمی استراتژیک با روسیه تبدیل کنه. پس آقای شریعت مداری، پاسخ سوال من تا اونجایی که از فهوای کلام شما میتونم بفهمم این هست که اختلافی در واقع اون صحبتی که میشه یا تحلیلی که میشه از اختلاف بین سیاست‌های روسیه و جمهوری اسلامی در رابطه با عراق و سوریه وجود نداره و شما معتقد نیستید که اختلافی وجود داره؟ نه، منظورم اینه که اختلافی در حدی که این اتحاد رو بشکنه وجود داره. اختلاف البته وجود داره. مثلا شما اگر ببینید در اختلافی که بین ترکیه و روسیه پیش آمد، ایران تا کنون یک حالت بی‌طرفی انتخاب کرد و سیاستمداران ایران به هیچ وجه، سیاستمداران رسمیش، نخواستن سخنانی تحریک کننده بر علیه ترکیه بیان بکنه. خب یک متحد استراتژیک مثلا مثل ناتو که بدون رودرواسی و بدون اما و اگر بلافاصله از ترکیه حمایت کرد، اگر ایران هم در سطح یک متحد استراتژیک با روسیه بود باید بلافاصله حمایت رسمی میکرد، اما این کار از طرف ایران نشد. این نشان میدهد که هنوز این ائتلاف یک ائتلاف نیمبنده و به یک اتحاد استراتژی تبدیل نشده، یا به عبارت دیگر اختلاف منافع زیادی وجود داره. ولی اون که من میگم این نیست که این اختلافات اگر خیلی حاد نشه اوضاع در منطقه و ایران رو با ریسک‌های بزرگی مواجه نکنه یا روسیه رو، به این منجر نخواهد شد که به یک شکاف بزرگ در بین اینها منجر بشه. متشکرم. آقای پوتین میگویند که ما به دوستانمون از پشت خنجر نمیزنیم و در پاسخ سوال خبرنگاری که از آقای رجب سفروف میپرسد که شما که ادعا میکنید که با همپیمانانتون همیشه هستید و پشتشون خالی نمیکنید و بهشون خیانت نمیکنید،
در مورد جمهوری اسلامی شما رأی موافق دادید به تحریم هایی که بر ایران به جمهوری اسلامی تحمیل شد، که البته باید گفت به مردم ایران تحمیل شد. پس این رو به چه صورت توجیه میکنید؟ پاسخ آقای رجبوف این هست که آقای رجبوف البته مدیر مطالعات ایرانی هستند و دستیاران و نزدیکان آقای پوتین، این رو برای اطلاع شنوندگان میگم و بارها راجع به اون من صحبت کردم، آقای مهندس هم حتما شنیدن صحبت‌های جالب و گاهی مضحک ایشون رو. ایشون میگویند که ما رو فریب دادن غربی‌ها، با اون لهجه خاص فارسی که صحبت کردن، ما رو فریب دادن با وعده‌هایی که به ما دادن و بعد هم عمل نکردن. آقای مهندس این رو خنددار و مضحک نمیبینید یک چنین صحبتی رو از طرف یک کسی که در واقع سخنگوی فارسی زبان آقای پوتین هست و ضمناً واقعیتی درش هست؟ ببینید، برای اینکه ما وضع روسیه رو درک بکنیم باید به تاریخ گذشته خودمون و جهان مراجعه کنیم. غیر از اینکه در ایران بارها روس‌ها ملت ایران را به وضع بدی، در حقیقت با وضع بدی مواجه کردند، بعد از کنفرانس صلح تهران آذربایجان را اشغال کردند، بیرون نرفتند، اگر تهدید طرف آمریکایی در کنفرانس یالتا نبود بعید نبود که به هیچ وجه قصد خروج از آذربایجان ممکن بود نداشته باشند و نداشتند. اسناد این رو نشون میده. در حقیقت اون موقع شوروی هنوز بمب اتم نداشت و آمریکا تهدید کرد که اگر از آذربایجان خارج نشید ممکنه ما حمله اتمی به شما بکنیم، و فقط با این تهدید می‌کردن. حالا ایران به کنار، بزرگترین و نزدیکترین متحد شوروی سابق آلمان شرقی بود. آلمان شرقی رؤسای اون با 7 میلیارد دلار کمکی که از آلمان گرفتن در حقیقت معامله کردن و یک روز رهبران آلمان شرقی مشاهده کردن که پشتشون خالیه و مجبور به فرار شد. بنابراین تاریخ معاصر هم نشون میده که اونجایی که پای منافع بلافصل روسیه است، روسیه هیچ ملاحظه ای رو نخواهد کرد. امروز هم اگر در مورد مدلی نسبت به منافع آینده روسیه در تنها نقطه دنیا که هنوز حضور دریایی داره، یعنی بندر لازقیه، توافق برسن و نفوذ روسیه رو یک تضمین بین المللی بهش بدن، در این نقطه نسبت به آتیه بشار اسد یا هر کس دیگری با ترکیه و دیگران معامله خواهد کرد. آمریکایی‌ها در صددن که به جای اینکه بین ترکیه و روسیه نزاع در پیش بیاد، به نحوی درباره مدلی توافق همه اونها رو جذب کنن، سر ایران بیکلاه خواهد. البته ایران همونطور که گفتم نیروی حزب الله خودش رو تشکیل داده، ولی در تقسیم منافع چیزی به اون نخواهد رسید و در حقیقت از لحاظ حیثیت هم ضربه بزرگی خواهد خورد، برای اینکه خواهد دید روسیه او را به حساب نیاورده و بدون مشورت او توافقی با غرب و متحدین غربی کرده. البته این پاداش کسی است که بعد از این همه تجربه تاریخی باز هم به روس‌ها اعتماد کرده. در رابطه با مسائل تاریخی، اتفاقا در همون جلسه ای که با آقای نمیدونم جنابالی فرصت این رو داشتید نگاه بکنید یا نه، که آقای رجب سفروف شرکت کرده بود، یک روسی استاد دانشگاه، یک شخصیت برجسته، عرض کنم که پژوهشگر تاریخ در دانشگاه منچستر که روسی الاصل هست و زبان فارسی رو کاملا صحبت میکنه، ایشون برشمرد تمام ضرباتی رو که در طول سالیان از زمان تزارها تا امروز مملکت ما خورده از دست روسیه و قبلا شوروی، قبلا تزارها،
اینا رو برشمرد و که البته آقای رجب سفروف براشفته شده بود. و ما بازتابی رو که در ایران میبینیم آقای شریعت مداری که امیدوارم با شما نسبتی نداشته باشن آقای مهندس شریعت بله، ایشون یک مقاله نوشتن که تاریخ رو بذارید کنار دیگه، چرا هی راجب تاریخ صحبت میکنید؟ یعنی تمام امکانات جمهوری اسلامی به کار گرفته شده که اون حافظه تاریخی رو به کلی، هرچند ضعیف شده باشه، ممکنه ضعیف شده باشه، اون رو از بین ببرن. چیه نظرتون واقعا؟ میشه اون چرا که در گذشته ما شاهدش بودیم همینطوری در بس کنار گذاشت و گفت خب به گذشته گذشته، حالا بیایم به آینده فکر بکنیم در این گونه مسائل؟ ببینید، بالاخره در ایران همیشه عده‌ای بودن که طرفدار روسیه بودن، چه کسانی که از طیف چپ به اومده بودن، چه چپ‌های اسلامی. و امروز خب یک بدنه ای از سپاه وجود داره، ببخشید، یک بدنه ای از سپاه وجود داره که سالها در روسیه در دانشکده و مدارس نظامیش تحصیل کرده، اساس سپاه سلاح‌های روسی است، دوره‌های تعلیماتی و اطلاعاتی اونجا دیدن و اینها به شکل متشکلن. بنابراین چه تاریخ رو عوض کنن و چه نکنن، یک جناح قوی طرفدار روس که امکانات فراوانی داره در بدنه این حکومت هست. ولی در جامعه روز به روز طرفداران روسیه کمتر میشن، برای اینکه چپ گذشتم به تدریج از این حکومت و از روسیه و از پوتین فاصله میگیره. این نوع شستشوی حافظه تاریخی جامعه در این جور چیزهای بزرگ ممکن نیست، و حتی اگر اون رو بشورن با اون که پیش خواهد آمد چه خواهند کرد؟ بالاخره تا کنون روسیه هر جایی که امکان بوده یک طرفه منافع خودش رو دیده. از این نمونه ها سهمی است که در دریای خزر به طور مشابه با ایران داشت. در دریای خزر وقتی جمهوری های شوروی سابق تقسیم شدن، انسان شوروی سابق به طور مشابه نیمی از دریای خزر رو داشت، نیمی هم متعلق به ما بود. روسیه بعدی آمد و گفت که نه، ما باید دریای خزر رو تقسیم به همه کسانی بکنیم که امروز با اون مرز مشترک دارن. و متاسفانه نماینده ایران هم در این جلسات شرکت کرد و صحه بر این کار گذاشت. امروز سهمی را که در اثر این نابکاری روسیه از دریای خزر گیر ما خواهد آمد اگه اختلافات رفت بشه، بین 13-14%. یعنی از 50% اون که طبق قرارداد قبلی داشتیم، امروز فقط 13-14% اون مورد تایید روسیه است، که اون هم مورد اختلاف بقیه این در حقیقت جمهوری های جدید. از اون طرف آمد و این نیروگاه های بوشهر رو بنا بود تحویل بده با قیمتی شاید ده ها برابر قیمت ابتدایی، تا امروز هنوز به بهره برداری نرسیدن. ضد موشک S-300 رو به ایران فروخت، پولش رو گرفت به جمهوری اسلامی. امروز S-400 رو که یک مدل بالاتری است در سوریه مستقر کرده و هنوز وعده و وعید به سرداران سپاه میده که این S-300 رو به شما خواهم داد، برای اینکه منتظر ببینه کجا معامله بهتری میتواند بکنه. بنابراین با این سوابق این گروه فقط خودشون رو به بلاهت زدن و این واقعیت ها رو نمیبینن و میخواهند حافظه تاریخی مردم رو بشویند، که البته موفق نخواهند چون افکار عمومی بر علیه اون هست. ولی چون قدرت و امکانات دارن، به هر صورت عده‌ای در جمهوری اسلامی مسیر رو خواهند رفت.
و عده دیگری هم پیدا شدن که شدیداً با اینها مخالفند و در مقابل اینها خواهند ایستاد. خیلی ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. فکر نمی کنید این ملاقات آقای خامنه ای و این به اصطلاح خوشوبش کردن و نزدیک شدن بیش از حدی که شاید کم سابقه بوده، دو ساعت صحبت با یک دیگر، اون شایعه یا داستانی رو که گفته شده راجع به این که آقای خامنه ای 4 سال در شوروی سابق بوده و اونجا دوره دیده و یکی از یعنی در واقع خط و ربطی رو که داره بیشتر دیکته میشه از طرف روسیه امروز، آیا واقعا اون رو میشه جدی تلقی کرد در این شرایط؟ نه خیلی، تا اونجایی که من بیوگرافی زندگیشون رو میدونم یک چنین سفریشون به اونجا نکرده، این با هیچ کدوم از واقعیات تاریخی نمیکنه، ولی لازم نیست که کسی اونجا رفته باشه روسیه بره تا اینکه طرف تا روسیه باشه. کیم فیلبی در انگلیس تحصیل کرده، از گروه کمبریج بود، از شاگردان برجسته اونجا بود که گروه کمبریج همه طرفدار شوروی اون موقع بودن، مجانی براش جاسوسی میکردن. کیم فیلبی تا رأس پلیس مخفی انگلیس بالا رفت و چندین و چند سال M16 رو رهبری میکرد تا لو رفت. هیچ موقع به شوروی سفر نکرد. لازم نیست شما به شوروی سفر کنید تا طرز فکری داشته باشید که نفرت از سرمایه‌داری غرب و نزدیکی به روسیه ای که امروز در جایگزینی شوروی سابق میکوشد که با این نظام غربی مخالفت کنه. وقتی چنین طرز فکری داشتید، بدون سفر به شوروی هم میتوانید این سمپاتی یا این علاقه رو پیدا کنید. مضافاً که امروز روسیه فعلی پناهگاه دیکتاتورهای جهان شده و دیکتاتورها حتی مثلا اونهایی که امروز طرفدار یا متحد آمریکا هستند در منطقه مثل عربستان سعودی یا دیگر دیکتاتورهای منطقه، در اصل و در کنسپت به آقای پوتین نزدیکترن تا به آقای اوباما. برای اینکه آقای پوتین یک نوع ناسیونالیسمی رو در روسیه ترویج میکنه، دنبال این هست که نظام های دیکتاتوری رو باشون روابط بسیار خوبی برقرار بکنه و هیچ اختلافی با چنین نظام هایی نداره و از اونها پشتیبانی میکنه. آقای اوباما دائما چون در رأس یک جریان جهانی مانند آمریکا قرار داره و تکنولوژی که در حقیقت جهانی شدن رو پیش میبره و اساس این استبدادها رو چنین تکنولوژی و چنین فرهنگی سست میکنه، مجبوره که با اینا کجدار و مریض رفتار کنه و اینها هر روز به آقای اوباما مشکوک دارن که آیا متحد اینهاست یا اینکه بر علیه اینا کار میکنه. بنابراین آقای خامنه ای هم استثنا نیست، برای حفظ نظامش اینقدر تشخیص میده که در دنیا به یک ابرقدرت نسبی یعنی روسیه باید تکیه بکنه و آخرین پناهگاه جهان رو پیدا کرده و باش نزدیک شد. خیلی ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. اشاره کردید به ساقط شدن هواپیمای روسی توسط ترکیه. امروز خبرها حاکی از این بود که یک کمی این تشتت ارتباط داره بالا میگیره. تا چند این رو جدی میدونید و عده‌ای خیلی نگران شده بودن که ممکنه این منجر بشه به گسترده شدن اختلاف بین کشورهای منطقه و احتمالا ناتو پار در میان بگذاره و بخواد مقابله بکنه با تلافی جویی احتمالی سوریه؟ تا چند این رو فکر میکنید که اینها بتونن حل و فصل بکنن و موضوع در واقع منتفی بشه در این برهه از زمان که ضرورتش کاملا حس میشه؟ بله، به نظر من خب ترکیه اگر در این قضیه داشته و نقشه ای کشیده، همین بوده که ناتو پاش
درگیر بشه و ناتو دخالت کنه. ناتو با وجود طرفداری لفظی بسیار مواظب است که سطح منازعات به دخالت عملی ناتو در منطقه نکشه و بنابراین همه کشورهای غربی دست به هم دادن که دامنه تنش رو کم کنه. البته من از مدت ها پیش میگفتم، در فکر میکنم مصاحبه با شما یا مصاحبه های دیگر هم گفتم، که آقای اردوغان به خاطر اینکه یک فضای امنی در دورور کشور خودش در بخشهایی از سوریه به وجود بیاره و همچنین مسئله کردها رو که امروز از غرب سلاح میگیرن و روز به روز قوی تر میشن با سرکوب کردها به نفع خودش حل بکنه، میخواهد دخالت نظامی در سوریه بکنه. ناتو هم احتیاج به یک نیروی زمینی داره، غرب هم احتیاج به یک نیروی زمینی داره و این ارتش زمینی ترکیه مناسب ترین نیروی مجهزی است که میتواند به بمباران های هوایی اونها رو نتیجه بخش بکنه. ولی اشکال اینجاست که بدون توافق روسیه و ایران این به یک درگیری بسیار خطرناک در منطقه منجر خواهد شد. آقای اردوغان این جاه طلبی رو داره که ممکن است هیزم بیار چنین معرکه‌ای بشه و آقای پوتین هم از اون دست کمی نداره، ولی خوشبختانه تا کنون هم مسئولین ناتو و هم سران غرب متوجه این خطر هستند و سعی میکنن سطح تنش ها پایین بیارن. تا امروز سطح تنش ها حداقل در سطح گفتمانی و در سطح اقدامات اقتصادی از طرف روسیه بسیار حاد، ولی مسلم است که کار به اینجا نخواهد کشید. وقتی روسیه اس-400 ها رو اونجا مستقر میکنه، در حقیقت مالک آسمان سوریه است، مالک بلا منازع آسمان سوریه است و از حالا اعلام میکنه که هر جا که بخواد سلاح باشه در آسمان کنترل خواهد کرد. و روسیه تنها کشوری است که نیروهای زمینی منظمی مانند ارتش اسد و در حدی نیروهای غیر منظمی از ایران و عراق و لبنان در خدمتش هستند و با هم یک اتحادی رو ساختن. در این طرف قضیه هنوز چنین اتحادی وجود نداره، حتی یک اتحادی بر سر نامگذاری گروه ها، این که کدامشان تروریست هستن کدامشان نیستن وجود نداره. آمریکا هنوز تسلط بر کشورهای مثل عربستان و سعودی و قطر و ترکیه رو نداره که کدوم یک از این گروه ها رو باید حمایت کنن کدوم یک رو نکنن، هر آن که میخواهند میکنن. بنابراین اقدامات زیادی باید بشه تا اینکه این کارها مهار بشه و اگر نشه بالاخره اگر امروز هم نه فردا جنگ های نیابتی در حد نیابتی نخواهد ماند، به خصوص که باید دقت کنیم که از یک طرف دیگه این جنگ ها نیابتی نیست، از در یک طرف روسیه شخصا حضور داره، ایران داره، سوریه حضور داره و بنابراین این جنگ حداکثر یک جنگ نیمه نیابتی است از طرف اتحاد سوریه، عراق، ایران و لبنان، یعنی حزب الله لبنان، یک جنگی است که همه درش حضور دارن. از طرف دیگه البته هنوز به طور رسمی وارد جنگ نشدن، ولی معلومه که این یک تعادل ناپایداره و اگه نتونن به صلح برسن به یک جنگ بسیار گسترده‌تر ممکن. آقای مهندس شهرت نادری بین آیت، سپاسگزارم. متاسفانه فرصت برنامه در اینجا به پایان میرسه. من سوالات زیادی رو در نظر داشتم با شما در میون بگذارم که به علت زیغ وقت برنامه میسر نیست. از شما تشکر میکنم و امیدوارم در آینده نزدیک بتونیم باز هم از نظر شما در این برنامه برخوردار بشیم و من بتونم سوالات زیادی رو که از شما دارم در برنامه های آینده مطرح کنم. به شما عصر بخیر میگم، شب بخیر میگم، تا فرصتی دیگر. و از شما من از شما متشکرم و خدا حافظ. خواهش میکنم. بینندگان عزیز،
برنامه امروز گلگشت اینجا به پایان میرسه. از سپهر عزیز کارگردان فنی برنامه تشکر میکنم. تا فرصتی دیگر و هفته دیگر که در خدمتون خواهم بود اگر عمری باقی باشه، میگویم روز و روزگار به شما خوش.